خاص از میراسخ در تلاش و تلحل هر روزه خورشید پاسخیست به این اعتماد و حامل یک خبر یک امید و رستاخیزی برای یک شروع پدیده شروعی دوباره. این گزارش دست گذاشتیم رو سوژه‌ای که خیلی ها به همون گفتن سراغش نرید. شغل ما کشاورزیه، ما جدآباد ما کشاورز بوده، خود من کشاورزم از اول ها. اگر ما روستا خواسته باشیم بمونیم چی باید بگیم؟ با کجا باید بگیم؟ ما میخوایم روستا بمونیم. این مردم روستایی هایی بودن که حالا شدن شهروند های شهر شاندیز. اینجا حوالی 37 کیلومتری مشهده که چهار روستای حصار سرخ، سراسیاب، ابرده سفلا و ابرده اولیا در قالب یک طرح جامع تبدیل شدن به شهر شاندیز. چرا؟ چون قرار اینجا یه پدیده اتفاق بیفته. این سرمایه گذاری عظیم در مقیاس طرح هادی نمی گنجه. برای اینکه این اتفاق بیفته این روستا تبدیل به شهر شده، طرح جامع براش تهیه شده و در طرح جامع جاسازی شده. منطقیه؟ دازه نه، اصلا منطقی نیست. من هم چندین نامه نوشتم به استانداری در اون زمان که بدون رضایت مردم این کار نبود صورت بگیره. منتها واقعیت این هست که خیلی به این مسائل توجه نکردن و این اشتباه صورت گرفت. اما دومی موضوعی که درباره پروژه پدیده شاندیز مطرحه، بی توجهی به قانونه. برای پروژه پدیده هرچند سرمایه‌گذاری عظیمیه و کار بزرگی صورت گرفته، ولی مسیرهای قانونی طی نشده، نه در استان و نه در حتی تهیه طرحش. نقض قوانین توسط این پروژه در حوزه‌های مختلفی هست، هم تغییر کاربری رو انجام ندادن، زمانی شروع به ساخت و ساز کردن که پروانه معتبر نداشتن، پرونده مجددن در مسیر بررسی و ارزیابی قرار گرفته و قطعا دقیق به اون رسیدگی خواهد شد. و بالاخره از همه مهمتر این که اجرای این پروژه تیشه به ریشه یکی از ریه های مشهد زده. این منطقه اساسا فیلترینگ هوای مشهد بوده که با این وضعیت و این اجرای طرح جامع شهر شاندیز این موهبت بزرگ رو شهر مشهد از دست میده. ضمن اینکه غیر از این پروژه مجوزهای شهرداری شاندیز برای ویلاسازی همون کشاورزها رو بریده، حتی اونایی که گلخونه دارن. نگاه کن الان وضعیت این گلخانه رو ببینید، همه خوش شده. علت اصلی خوش شدن این گلخانه اینه که ویلاهای غیر مجاز در سطح کل شهرستان و کل بخش شاندیز الان داره متاسفانه توسط بعضی ارگان‌ها مثل شهرداری شاندیز داره مجوز داده میشه و اینا هر کدوم یک چای دارن و همین دلیل از تمام قنات‌ها الان تو سطح روستاها خوش شدن. ما دلمون می‌خواد که زمینم سبز بشه، نه جنگل آهن درست بشه. ما منتظر میمونیم تا محصولای مربوط خیلی سریع به این خواسته مردم پاسخ بدن. ما الان خودمون در مبارزه با قاچاق در مرزها با این مشکل مواجهیم. در مرکز همه میگن صفر مبارزه کنید، وقتی میرین سر استان میگن آقا اگه این صفر مبارزه کنید ما جواب معیشت مردم الان چی بدیم؟ میسون اصل 90 مجلس در حاشیه این نشست درباره پرونده پدیده شاندیز که در روزهای گذشته رسانه‌ای شده گفت اصل فروش سهام این شرکت که به صورت عام واگذار شده دارای ایراد قانونیه و باید اصلاح بشه. سهامی که در اختیار مردم هست و فروخته شده تطبیق داده بشه با مجموعه اموال و دارایی‌های شرکت. دادن سود تضمینی باید کنار بره.